خیلی ها سوالشون از من اینه که پروژه ایرانی دام استودیو در ماه چقدر می‌سازه؟ محاسبه درآمد ماهانش بچه ها اصلا کار آسونی نیست، اما حداقل میشه فهمید که به ازای هر ویدیو چقدر پول در میارن. این ستا جوون ایرانی باهوش مثلا از ویدیو آخرشون چیزی در حدود 7000 دلار پول ساختن، فقط یه ویدیو، اونم ظرف 5 روز. یا ویدیو قبلش که 11 روز پیش منتشر شده بود چیزی در حدود 8200 دلار پول ساخته. چه شکلی دارم حساب میکنم؟ تو قسمت پیش بهتون یاد دادم RPM این دست از کانال ها به طور میانگین 82 سنت بچه ها. پس برای محاسبه مثلا ویدیوی دو هفته پیشش که 15 میلیون تا بازدید گرفته، باید 15 میلیون رو تقسیم بر 1000 بکنیم و بعد ضرب در 82 سنت. برای این ویدیو میشه چیزی در حدود 12300 دلار. میدونید چقدره؟ حدوداً 600 میلیون تومان برای یه ویدیو. نوش جونشون. واقعا میتونم بگم که این سه تا جوون چاه نفت زدن، دمشون گرم، عالین. با ادامه آموزش ساخت انیمیشن به سبک دام استودیو در خدمتتون هستم. با من همراه باشید. این چهارمین قسمت از سری آموزش‌های ساخت انیمیشن با SFM هستش. تا اینجا یه کار خیلی چیزا یاد گرفتیم، اما بیایید آروم آروم بریم سراغ ساخت انیمیشن‌های ترندی مثل اسکیبیدی. خیلی ها سوالشون اینه که کاراکترهای دیگر رو میشه وارد این نرم افزار کرد؟ میشه کاراکتر به نرم افزار اضافه کرد؟ به راحتی بچه‌ها، اصلا تمامی کاراکترهای انیمیشن اسکیبیدی رو به راحتی شما میتونید دانلود بکنی و تو انیمیشنت ازش استفاده کنی. اصلا چیز پیچیده‌ای نیستش. تو این قسمت در خصوص اضافه کردن مدل به نرم افزار و حرکت مدل صحبت میکنیم. با من همراه باشید. خب عزیزای دلم، کارمون رو شروع میکنیم. برای اضافه کردن مدل جدید به نرم افزار SFM، راحت ترین کاری که میتونید انجام بدید اینه که تو گوگل بنویسید SFM مدل. همین وبسایت اولی که معرفی میکنه ورکشاپ سورس فیلم میکر هستش داخل استیم. این صفحه هستش که توش کلی مدل آماده هستش که به راحتی بتونید دانلود بکنید و به نرم افزار اضافه بکنید. بچه من روی سی آل کلیک میکنم، این کل مدل هایی هستش که اینجا موجوده، هر کارکتری که بخواید. بالاخره یه نفر مدلش رو ساخته و اینجا گذاشته. من مثلا بچه تو قسمت سرجش دنبال کارکتر شرک میخوام بگردم. اوکی، می‌نویسم شرک، سرجش میکنم. اینجا چند تا کارکتر هستش از شرک. این مثلا بچه ها سوند صدای شرکه، یا این مثلا یک مدل SFM که میتونم ازش استفاده بکنم. واردش میشم، این مدل رو باز میکنم. اینجا ببینید گزینه دارید به اسم سابسکرایب. روی این کلیک کنید. حتما باید به استیمتون لاگین باشید. اگه لاگین نیستید ساینین رو بزنید و به حسابتون وصل بشید. اگرم بلد نیستید چطور باید حساب بسازید، برمیگرده به آموزش های قبل. من وارد حساب خودم میشم، ساینین میکنم. یه ایمیل به هم اومده که کد حالا تایید اونجا هستش، این ایمیل استیم و این هم کد تاییدی که داده. کپیش میکنم، اینجا واردش میکنم. اوکی، به استیم وصل شدم. مجدد اگر الان روی گزینه سابسکرایب کلیک کنم بچه ها، پیغامی ظاهر میشه که میگه این مدل اضافه شده، چیزی رو بهتون نمیده برای دانلود. خیلی جالب کار میکنه. الان اگر شما نرم افزار سورس فیلم میکرتون رو باز بکنید و اگر بخوایم یک پروژه بسازیم، همون ابتدای کار بهمون میگه مدل شرکی که حالا انتخاب کرده بودی رو من اینجا میخوام واسه دانلود بکنم. الان بهتون نشون میدم. نرم افزار سورس فیلم میکر رو باز میکنم. اجازه بدید تا کارش رو انجام بده. خب اینجا بهم میگه که توی پروژه از قبل داشتی، نمیخوای سیوش کنی؟ نه نمیخوام. الان یه پروژه جدید باید بسازم، اسمش رو میذارم رامون مثلا. رو کریت کلیک میکنم و پروژه ساخته شد. ببینید به محض اینکه پروژه ساخته میشه، پیغامی ظاهر شده که میگه مدل شرک رو میخوای دانلود بکنی. من میگم اوکی. این شکلی به راحتی مدل به نرم افزار SFM اضافه میشه. خب الان مدل شرک رو داریم بچه. اوکی میکنم این قسمت رو. الان میگه نیاز به مپ دارم. کلیک راست، لود مپ. وارد مپ همیشگیمون میشیم. CP Mountain Lab. بذارید مثلا من کامرا دوربین رو بیارم اینجا. اینجا میخوام مدل رو واسهتون اضافه بکنم. از این گزینه نیو مدل. خب به نظرم بهتره بچه‌ها اگه مدلی رو اضافه میکنید حتما رو ری اسکن یه بار کلیک بکنید تا مدل رو بشناسه.
این پایین تو فیلتر اسم مدل رو می‌نویسم، اسمش شرک بود. ببینید به محض اینکه اسمش رو می‌نویسم خودش مدل شرک رو واسه ما میاره. این مدل شرک انتخابش می‌کنم و بعد اوپن. مدل اضافه شد به صحنه کارم. این مدل هم مثل مابقی مدل‌ها به راحتی میشه خب حرکتش داد. اولین کاری که می‌کردیم انتخابش می‌کردیم، رو راحت موشن ادیتور قرارش می‌دادیم و با کف موماسش می‌کردیم. اینجا هم به راحتی شما با این گزینه می‌تونی حالا تمامی استخون‌ها رو حرکت بدی. یه مدل دیگه. اوکی. مشکلی که بچه‌ها وجود داره اینه که ببینید مدل انگار ترانسپرنت، انگار شفافه، پشتش مشخصه. نباید این شکلی باشه. اگر به چنین مشکلاتی برخوردید، وارد همون صفحه‌ای بشید که مدل رو دانلود کردید. این پایین بالاخره پرسش و پاسخ هست، ملت سوال میپرسن، افرادی بالاخره پیدا میشن که مثل شما به این مشکل برخورده باشن. مثلا همین الان اینجا من دارم میبینم چیزی که پین کرده اصلا اینه، میگه که چطور من باید خاموش بکنم حالت ترانسپرنسی و حالت اون شفاف بودنشو. وارد این پست میشم ببینم دیگران چی گفتن. اگه دانش زبانتون هم ضعیفه این صفحه رو خب ترجمه بکنید. مثلا این بابا میگه که منم همین مشکل مشابه رو دارم. این میگه من راه حلشو پیدا کردم، باید ترن آف بکنی ambient occlusion رو. این کلا ambient occlusion چیه رو خودم هم نمیدونم. پایینتر یه نفر دیگه توضیح داده که از render setting این رو turn off بکنید، AO رو. یه نفر دیگه شو پایینتر میگه که render setting اصلا کجاست. بعد پایینتر اصلا توضیح داده که میگه راست کلیک بکن توی viewport. viewport کجاست؟ این الان viewporte. اوکی کلیک راست و بعد render setting رو درست میگه اینجاست. خب دیگه چی میگه؟ بعد اینکه رندر ستینگ رو فعال کردیم بعد ای او رو آف کنیم دیگه. اینجا گفته ای او آف باید بشه. کجاست؟ این پایین ای او ambient occlusion. اینو میگه باید خاموش بکنید، تیکش رو برداری. بذارید یه بار دیگه بهتون نشون بدم. ببینید کاراکتر در حال حاضر این شکلی شفاف بدنش، یعنی پشتش مشخصه. برای حلش کلیک راست رندر ستینگ، این تیک رو برمیداریم. اوکی مشکل حل شد. پس ببینید اگه به مشکل برخوردی دنبال سوالش این شکلی بگردی. تو همون انجمن ها، تو فروم ها جایی که الان مدل رو گذاشتن بالاخره خیلی سوال پرسیدن و به چنین مشکلاتی برخوردن. الان حرکت صورتش بچه ببینید، اینجا ما فیسش و حالت چشو داریم، میتونیم چشو تنظیم بکنیم یا آپر فیس قسمت بالایی صورتش یا لوئر فیس قسمت پایین صورتش. این مثلا حالت اسمایل هستش، لبخند هستش. چرا تغییر نمیکنه؟ چون رو حالت کلیپ ادیتور هستیم دیگه، باید وارد حالت موشن ادیتور بشیم. اینجا الان به راحتی میبینید اسمایل وقتی تکون میخوره لبخند میزنه، یا پایین این رو تکون میدم فک حرکت میکنه، یا از قسمت تنظیمات چشم ها شما به راحتی میتونی حالا چشم رو تنظیم بکنی بیاری سر جای خودش. بس این قسمت ها هم اینجا کار میکنن به راحتی. با اینا مدام بازی کنید، کم و زیادشون بکنید تا دستتون بیاد که اصلا چی به چیه و داره چی کار میکنه. اوکی اینا رو با سعی و خطا به نتیجه میرسید. خب پس تا اینجای کار بچه ها فهمیدیم که به راحتی از خود وبسایت استیم میتونیم مدل مد نظرمون رو دانلود بکنیم. مثلا من اینجا مینویسم اسکیبیدی، میخوام به مدل های انیمیشن اسکیبیدی بر بخورم، انیمیشن ترندی که طرفدارای زیادی داره. مثلا این الان سوند افکتاشه، این اسکیبیدی تویلت پک یک اصلا پک داده اینجا، یعنی شما پک دانلود میکنید کلی توش کاراکتره. یا پایینتر حتی مدل ها رو سولو هم داده، اسپیکر من، مدل کامرامن، کلی مدل اینجا هستش. میگم مثلا پک های مختلف داده که توش چند تا مدل مختلف، یعنی تمامی مدل ها رو اونجا جمع کرده. حتی اینجا شما مدل های اون تایتان ها رو هم میتونی پیدا کنی، غول های بزرگ. مثلا هر اینجا تایتان اسپیکر رو داریم، تایتان کامرا رو داریم، تایتان تلویزیون رو داریم. اوکی پس مدل ها رو به راحتی میشه بچا دانلود کرد و به نرم افزار SFM اضافه کرد. سوال اینجاست که این کاراکتر ها رو تو انیمیشن هایی مثل انیمیشن اسکیبیدی چطور حرکت میدن؟ چطور باید کاراکتر دستش ببره بالا، پاشو حرکت بده، راه بره، جسمی رو پرت بکنه؟ اوکی در خصوص فیزیک حرکت در ادامه بیشتر صحبت میکنیم. ما تا اینجا کار با انیمیشن های آماده SFM آشنا شدیم، در واقع انیمیشنی که خودمون آماده کردیم اکثرش با استفاده از انیمیشن های آماده ساخته شده بود. اما اگه شما مدلی رو اضافه بکنی دیگه انیمیشن آماده ای در کار نیستش، خودت باید مدل رو با توجه به گراف های مختلف، نقاط مختلفی که ایجاد میکنی حرکت بدی، که کار پیچیده ای نیستش. با من همراه باشید.
خب برای انیمیشن دادن به کارکتر، ببینید در حال حاضر چون این کارکتر رو ما از خارج وارد نرم افزار کردیم، پس کارکتر انیمیشن خاصی ندارن. رو ایمپورت و سکانس کلیک بکنم ببینید که هیچ انیمیشنی کارکتر نداره. هر انیمیشنی بخواد خلق باشه، حتی انیمیشن راه رفتن شما خودت باید بسازی تو این حالت. خب من دوربین رو مثلا اینجا تنظیم میکنم، میخوام الان به کارکتر انیمیشن بدم. هر جهتی که دوست داشته باشم کارکتر میتونه حرکت بکنه. مثلا من دوربین اینجا قرار میدم، میخوام با یک موزیکی مثلا شروع به رقصیدن بکنه. ما با حالت موشن ادیتور کار کردیم، با این گزینه به راحتی هر استخونی که دلتون میخواد رو میتونید انتخاب بکنید و خب هر کس بدید اون استخون رو. الان میخوایم با اضافه کردن زمان تو تایم فریم های مختلف به کارکتر حرکت بدیم. برای انجام این کار حالت گراف ادیتور رو فعال بکنید. ما با این حالت کار کردیم، کامرا یا دوربین رو این شکلی حرکت میدادیم دیگه، با گذاشتن نقطه ها یا پوینت های مختلف. اینجا هم در واقع با همون پوینت ها میشه خب هر چیزی رو حرکت داد. ما قبلا دوربین رو حرکت میدادیم، الان میشه سر کارکتر رو حرکت داد. من تو ثانیه صفر اینجا مثلا چند تا نقطه ایجاد میکنم، رو گزینه بوکمارک کلیک میکنم، نقاط ایجاد میشه. با فلش راست کیبورد 3 تا فریم میرم جلوتر، ببینید پایین نوشته 3. اینجا باز گردن رو حرکت میدم، مجدد 3 تا فریم دیگه میرم جلوتر، ببینید پایین نوشته که الان ما تو فریم 6 هستیم. اوکی، تو فریم 6 باز سر رو حرکت میدم، 3 فریم دیگه میرم جلوتر، باز سر رو حرکت میدم، مجدد همین کار رو انجام میدم. منظور از این فریم ها که الان مثلا ما فریم 12 هستیم، 13، 14 اینا چیه؟ ببینید ابتدای ساخت پروژه اگه منبعد دقت بکنید اون پایین نوشته که فریم بر حسب 24 فریم بر ثانیه است، یعنی هر 24 فریم یک ثانیه است. اوکی، ما الان مثلا تو فریم 35 هستیم، تقریبا میشه یک ثانیه و نیم. میگم هر 24 فریم یک ثانیه است و من حالا هر 3 فریم به 3 فریم، هر 5 فریم به 5 فریم بالاخره یه حرکتی رو میدم. الان بیاید حرکاتی که تا اینجا دادیمو ببینیم. رو اولین فریم میام و بعد پلیش میکنم. ببینید سر کاراکتر داره حرکت میکنه با توجه به نقطه هایی که مشخص کردم. من به همین صورت میتونم پیش برم و نقاط بیشتری رو بذارم دیگه. اوکی، مثلا میتونم سر رو به سمت بالا ببرم، چند فریم بعد سر رو بیارم پایین تر، حرکت های بیشتری بدم. تمرین بکنید بچه ها زیاد تا دستتون بیاد. شما باید با فیزیک حرکت آشنا بشی. خب این به نظرم از سر کاراکتر کفایت میکنه. این نقاطی هستش که ایجاد شده بچه ها، حتی فاصله شو میتونم بیشتر یا کمتر بکنم، میتونم تغییرشون بدم. در حال حاضر ما انیمیشن سر رو ساختیم. مجدد من میتونم کنترل رو بگیرم و مثلا این 3 تا استخون رو انتخاب بکنم و این شکلی بدنش حرکت میکنه. مجدد این بار هم تو فریم های مختلف حرکات مختلف میدم تا بدنش هم حرکت بکنه، یعنی همزمان سرش حرکت میکنه، بدنش هم بچه ها حرکت میکنه. اوکی، گفتیم میخوایم یه حالتی در بیاریم که انگار داره میرخصه. خب این از بدنش. الان مجدد داره دست ها هم دقیقا همین کار میشه انجام داد دیگه. مثلا من از دست چپش شروع میکنم، دستش حرکت میدم تو فریم های مختلف، هر جایی که دلم خواست دست رو قرار میدم که تو اون فریم تو اون ثانیه برسه به حرکتی که مد نظر منه. خب این هم از نقاطی که برای دست هستش. همین کار رو دقیقا برای دست راستش هم میتونم انجام بدم بچه. این از دست راستش. خب استخونها رو میگیرم و مجدد تو فریم های مختلف از فریم صفر شروع میکنم، تو فریم های مختلف حرکات مختلف میدم. به همین راحتی ما میتونیم کاراکتر رو حرکت بدیم هر جوری که دلمون خواست و نتیجه کار خیلی میتونه جالب باشه. من کامرا یک رو انتخاب میکنم بچه‌ها، این کامرا یکم. اوکی، میخوام اول اینجا بذارمش، بعد یه حرکت نرمی به سمت راست داشته باشه. خب این دوربینم از این گزینه آخر کامرا یک رو انتخاب میکنم. کامرا یک به لیستم اضافه میشه، حالا انتخابش میکنم. حالت گراف ادیتور تو فریم 0 نقطه‌امو میدم و بعد اینجا مثلا دوربین رو حرکت میدم و نقطه بعدی هم اینجاست. خب الان اگه بخوایم پلی بدیم یه همچین انیمیشنی ساختیم. خب بذارید خروجی بگیریم ازش. فایل، اکسپورت و بعد مووی. این سیف و بعد اکسپورت مووی. به همین راحتی میتونیم از انیمیشنی که ساختیم خروجی بگیریم. موسیقی.
آخرینشنمون از جای دلم برای این جلسه تا همینجا کفایت میکنه. شناخت فیزیک حرکت نیاز به تمرین زیادی داره بچه‌ها. بهتون پیشنهاد میکنم که مثلا فیزیک راه رفتن رو بسازید. واقعا کار آسونی نیستش، اما اگه موفق بشید کلی تجربه و مهارت جدید به خودتون اضافه کردید. ما آموزش‌ها رو ادامه میدیم. ممنون که دنبال میکنید، ممنون که من لطف دارید. اگه از کانال یوتیوب هنوز کانالش اشتراک نگرفتید، پیشنهاد میکنم مشترک بشید، زنگوله رو فعال کنید و روی آل قرار بدید تا از همه آموزش‌ها مطلع بشید. دوستتون دارم. تا آموزش بعدی.